بنام خداوند متعال امروز سخران محترم ما استاد بزرگوار دکتر محمد کاظم قہدوئی هستن کہ ایشان در حال حاضر در دانشگاه یزد در گروه زبان و ادبیات فارسی مشغول تدریس و پژوهش هستن ایشان مدرک دکترہ را در سال 1375 از دانشگاه تهران به دست آوردن و در سال 1991 در دانشگاه یزد آغاز تدریس کردند. ایشان در سال 1372 به عنوان استاد اعزامی به دانشگاه ڈھاکہ بنگلہ دیش اعزام شدند و 4 سال در آنجا مشغول تدریس بودند. ایشان به عنوان رائزن فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کابل تا 3 سال حضور داشتند. علاوه بر این ایشان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد و رئیس مدرسه عالیه دانشگاه شهید مطهری واحد یزد و رئیس دانشگاه پیام نور منطقه 4 کشور و رئیس دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه یزد می بوده اند. علاوه بر این ایشان تقریبا 20 تا کتاب به چاپ رساندن. مهمترین ازانها گزید احوال و اثار عین القضات، بانت سواد، تذکر شمع انجمن، پیغام جمال، تذکر اقد سریا، نگارش مطلوب، نرگستان کے ترجمه منظوم رامائن است. علاوه بر این ایشان تقریبا 100 مقاله در کنفرانس و سیمینارا ارائه فرموده اند. علاوه بر این ایشان سفر علمی سراسر جهان کردیان. مهمترین کشور از جمله افغانستان، آسٹریلیا، امارات متحده عربی، بنگلہ دیش، تاجکستان، ترکیه، ژاپن، سوریه، نیپال، عربستان، مالزی، ویتنام و هند. در زمین روابط فرهنگی در زمان صفویه اگر سیری به تاریخ روابط فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایران و هند شود پیشین آن قبل از میلاد می رسد. اما زمانی که حکومت صفویه در ایران و هند اگر به تحلیل به نمائیم درمی جابیم که روابط سیاسی و فرهنگی میان ایران و هند در زمان صفویه و تیموریان برقرار شد. همه ما دونیم که در دور شاه اسماعیل و بابر یک ازبک شبه خان بوده که وسیله شد که رسمن بین هند و ایران روابط سیاسی برقرار شود. وقتی که او خراسان را فتح کرده بهتر فکندار اعزام شده بود دو حکومت آن در آن زمان بابر و شاه اسماعیل با هم شدند و شیبه خان را شکست دادند و در این جنگ شیبه خان کشته شد. یعنی این شیبه خان وسیله شده بود که روابط سیاسی بین صفویان و تیموریان برقرار شود. علاوه بر این ما همه می دونیم که در تاریخ ثبت است که همایوں پناهنده در دربار صفوی شده بود. علاوه بر این در تاریخ ثبت است که در زمان صفویان شورا، ادبا و دانشمندان دیگر رو به هند کرده بودند و آنها وسیله شدند که روابط فرهنگی و اجتماعی بین هند و ایران برقرار شود. این یک تمهید کوتاهی سخنرانی استاد بزرگوار بوده بیش از آن نمی خام که من بین شما و ایشان حیر بشم. الان از استاد بزرگوار خواهش می کنم که در این مورد بفرمایند. با نام و یاد خداوند رحمان شروع می کنم کارم رو و سلام خدمت همه شما و همه عزیزانی که بیننده این برنامه هستم. اشاره کوتاهی جناب استاد فرمودن به واقعا این که البته ما میتونیم حدود 2500 تا 3000 سال پیش بگیم که یک اصلا بعد از اون موج بزرگ مهاجرتی که از شمال شرق ایران
به سوی منطقه سن شروع شد، از آن زمان تقریبا ما هم به سبب نژاد مشترک، فرهنگ مشترک و زبان مشترک این روابط رو داشتیم، حتی در زمان هخامنشیان و حتی در زمان اون پایه و ستون مشهور آشوکا که یا اشوکای آشوکا که همه مستظر هستن. در زمان خوفرد و سلطان محمود این روابط به سبب ورود زبان فارسی بیشتر شد و همینطور. اما ما اون چی که بیشتر میخواییم بپردازیم در اینجا تقریبا مربوط به این دوره صفویان و تیموریان هست. خب دوستان عزیز، یکی تیموریان رو کاملا همه آشنا هستند و میدانند. ببینید ما معروف ترین، حالا اون چه که میخواییم، در اون حدود 180 سالی که بود از بابر، همایون، اکبر، خانگیر، شاهجهان، اورنگزیب، حالا بعدی ها با دورشاه جهان، دورشاه فردوسیان غیر و این ها، ما در اون قالب ما میبینیم که معاصر با صفویان هستند. و تقریبا در همان زمان بعد از سلاطین دکنی، سلاطین بهمنی دکن، ما میبینیم باز هم اونجا گروه هایی روی کار میان، یعنی چند سلسله رو ما داریم از تقریبا سده نهم، اواخر سده نهم، مثل امادشاهیان، نظامشاهیان، بریدشاهیان، عادلشاهیان و قطبشاهیان. خب اینها به ویژه نظامشاهیان، عادلشاهیان و قطبشاهیان ارتباط بیشتری با حکومت و دربارهای ایران داشتند. و ما میبینیم که در دوره عادلشاهیان و نظامشاهی و قطبشاهیان چه بناهای با عظمتی رو ما شاهد هستیم در بیجاپور. من توفیقی بود بیجاپور رفتم و اون گل گنبد، جالبه هنوزم تو اصفهان گنبد میگن، و اونجا گل گنبد با 58 متر ارتفاع واقعا عظمتی داره. دور تا دور من از این یعنی قطر رو که یه دور میزد قدم کردم، 58 قدم بود، یعنی حدود 50 قدم یا 80 قدم ببخش، یعنی این بزرگ بعد از 7 طبقه ساختمان که میره بالا تازه گنبد شروع میشه. و چه عظمتی در پایینم که اونجا هست، چه قبر عادلشاهیان، چه مقبرهشون. من یک سنگه حتما جناب استادانم تشریف داشتن، یک اونجا یک باغ ملک محمد بود که یک سنگه نوشته فارسی بزرگ بود که میگه بنده ملک محمد اینجا در باغ شخصی خود این حوض رو بنا کردم تا مردم در اینجا عرشبت شستجو کنن، غسل کنن، خود رو تطهیر کنن، عرشبت هر کس در این خلل اندازد خدا خواهر و مادر او را رسوا. با عرض معذرت تا دشنام هم داره، به فارسی همچنان اون سنگ در دیواره هست. و چه از انصافا که باقی مانده در رامپور، در شهرهای اصلا مرادپور، در هر کجا که میریم و واقعا این باقی مانده. من عرض کنم دو عامل مشترک هست که از زمان تیموریان که در ایران هم صفویان بودن باعث شد مهاجرت ها فراوان بشه. هنرمندان، طبیبان، منجمان و عرصبت که شاعران، نویسندگان از ایران به هندوستان برن. دو عامل اصلی گفتن، یکی اون آزادی بود که در هندوستان بود، به ویژه در دوران اکبر شاه با 52 سکومتی کرد. ایشون اگرچه 14 سالگی اومد روی کار بعد از پدرش عرصبت همایون، خب میبینیم که دو عامل اصلی، یکی این آزادی که بود و ایشان اهل تصاور و تسامح مذهبی بود. و جالبه که معمولا بزرگان هندوستان یعنی پادشاهان تیموری مذهب رو خیلی دخیل نکردن، الا خب زمان اورنگزیب زیاد شد، مثلا در زمان اکبر
و اینقدر این مرد گاهی به نظر میرسد بزرگوار بود، وقتی که ازبک ها یا شیبانیان مخصوصا عبدالله ازبک از اکبر خواست که کمک کنه تا به خراسان حمله کنند علیه صفویان بجنگند و اکبر شاه نشد و اگرچه نامه های مهربانانه برای اونها می نوشت اما حاضر نشد و می گفت که صفویان اینها از اولاد رسول الله هستند و نباید با اینها این کار بکنیم. و جالبه که شاه سلیمان دوم عثمانی هم وقتی که تعصبات اورنگزیب رو دید و ایش خواست که حمله کنه و جناب شاه سلیمان بارها ایشون رو باز داشته بود، گفته بود الان به گمان این به گمان جناب شاه سلیمان دوم عثمانی که صفویان برای اساس اسلام هیچ مشکلی ندارند، بنابراین مواظب به صفویان حمله نکنید. اما یادمون باشه ما چند قدرتی بود، یک ازبکان در شمال و شمال شرق بودند، عثمانی ها در غرب ایران بودند در آسیای صغیر، عرض شود هندوستان و گورکانیان تقریبا در شرق بودند و ایران بود، این چهار همسایه بودند و تقریبا بهترین دوستی و صمیمیت همواره بین ایران و هند بود. گاهی البته مناقشاتی به وجود می آمد سر قندهار. قندهار یک مرکز عظیمی بود، مرکز تجاری بود، ترانزیتی بود، دژ مستحکم بود، از سه طرف کوهستان بود و سفرنامه نویسا گفتن که بزرگترین دژ دنیاست، چون سه طرف کوه، هر کس قندهار رو به دست می گرفت اون دولت غالب می شد، گاهی دست هندوستان بود گاهی ایران. خب البته یک مقدار زمان شاه جهان هم که قندهار از تصرف صفویان درآمد یک مقدارشان اظهار ناراحتی کردن شاه جهان، ولی چیز دیگری نگفت. خب ما میخواییم یه مقدار حالا این فضای کلی رو خدمت عزیزان گفتم، یکی گفتیم مسائل اون آزادی ها بود، عامل دوم هم اون آسودگی اقتصادی. ایرانی ها بزرگان به اون شاعران و غیره که می رفتن به هندوستان یک نوع از نظر اقتصادی وضع بهتری پیدا می کردن، حالا به دلایل حالا خاص خودش که الان جای اون نیست، و این عامل فرهنگی که حالا در دورهای مختلف بیشتر فقط این نبود، معماری بود، شما نماد جهانی اون رو می تونید تاج محل رو ببینید. خب این عوامل فرهنگی باعث می شد که گاهی در دوره تیرگی روابط باعث تلطیف فضا بشه و در دوره های گرمی روابط هم باعث استحکام می شد. پس عامل فرهنگی گاهی تلطیف می کرد این روابط رو و گاهی هم عرصه باعث استحکام می شد. یکی از عرصه عوامل مهم هم حضور همایون در ایران بود. خب همایون عرض که بعد از بابر روی کار اومد، بابر که 4 سال بیشتر نبود، همایون وقتی روی کار اومد ایشان یه 10 سالی حکومت کرد، همش در جنگ با برادرانش با شیرشاه و غیره، آخرش آمد به دربار ایران. خب ایشون مدتی در والا 6 ماه یا بیشتر در هرات، اونجا بسیاری از آثار هنر گذشتگان دید و گفت اینها کارهای اجداد ماست، بسیار علاقمند شد. بعد که آمد و در قزوین و تبریز به اونجا با شاهی دیدار کرد، من اگر داشته باشم که مجلس دیدار ایشون رو در اصفهان آمدن و واقعا تصویر کردن بر دیوار، چقدر زیبا، من وقتی که این رو میبینم واقعا لذت میبرم. یک نقاشی عزیزان بزرگوار، نمیدونم اگر خوب بتونم نشون بدم، البته این که ببخشید، این مثلا آرامگاه همایونه، این نماد یک معماری ایرانی که به هندی آمیخته است و این هم همین که عرض کردم، ببینید اینجا شاه طهماسب است و همایون رو که به چه زیبایی در 40 ستون اصفهان این رو به صورت نگاره باقی گذاشتن. گفتم یک نمونه است و طالب هست که شاه صفی
علارغم اینکه برادران همایون با او در جنگ بودن، سعی کرد یک جشن بسیار خوب مگر روزهای متعدد جشن رو گرفت در به اصطلاح استقبال از همایون. و وقتی هم که میخواست بره، ایشون در شبت 12,000 سوار با 3,000 کنار و رزمنده قهار همراه ایشون کرد که ایشون رفت و پادشاهی خودش رو به دست آورد. و جالبه در زمان اقامت در ایران، من البته خیلی عذر میخوام، غالب استادان بزرگوار اینا رو اطلاع دارن، الان من یک تکرار میکنم که مطالب خودم رو عرض کنم. و ایشون با هنرمندان و نقاشان و همه این بزرگان دیدار کرد و از خیلی اینها خواست که با همراه ایشون به هندوستان برن. حتی وقتی با شاه تماس گفت، شاه تماس هم محفوظ به حیا بود، قبول کرد، اما بعضی ها رو گفت شما نروید، اجازه نداد که اونها برن. ولی خودشون از شبت بعدن رفتن، در طریق قندهار رفتن به کابل و رفتن نزد همایون، اگرچه شاید دیدار هم نتونستن داشته باشن. خب این کسانی مثل شبت میر سید علی و عبدالصمد مصور شیرازی که مشهور به شیرین قلم بود، شاه تماس صراحتاً اینا رو اجازه نداد که بروند، ولی خودشون بعدها رفتند و میگن در کابل حتی به حضور همایون رسیدن. همایون در کابل مقدم هنرمندان ایرانی گرامی داشت. حالا گاهی دوستان شاید بفرمان چرا کابل؟ میدونید که قسمتی از شبت تا کابل تا بالاتر در اختیار تیموریان هندوستان بود و حتی اینها تا گاهی مرو و عرشه و سمرقند و بخارا هم میخواستن. خب در این اونجا بودن و حتی قبل از انقلاب هم کسانی میخواستن برن گاهی دهلی، از اینجا میرفتن به کابل، از ایران به کابل، از کابل میرفتن، یعنی این مسیر بوده. فقط این بدشانسی آورد جناب همایون، رفت اون کتابخانه خوبی که در محبته قلعه کهنه دهلی داشت برپا کرد با همکاری هنرمندان هندی و ایرانی، استادان ایرانی، و قصبان عمرش امان نداد و از افتاد و از دنیا رفت. خب پسر او اکبر که آمد، اون دیگه غوغا کرد و کمر همت بست به تعالی هنر و نقاشی ایرانی. تعداد زیاد هنرمندان، نقاش، خوشنویس، تذهیبکار، صحاف که اینها رفته بودن، ایشون هم ارجگذاری کرد. خب میدونید اولین بار منصب ملک الشعرایی رو جناب اکبرشاه به وجود آورد و غزالی مشهدی هم اولین فرد بود که به این منصب رسید. خب همین خواهش شد که در دوران اکبرشاه و بعدی ها این شکوه و عظمت فرهنگ مشترک و ادب مشترک به اوج برسد، به عظمت برسد. حتی هنر نگارگری رو بعضی ها گفتن سبک تیموری یا گورکانی، تیموری هندوستان و اینها، یا ادبیاتمون رو شعر که حالا یه مقدار با تسامح بگیم سبک هندی یا اصفهانی، که به هر حال هیچ جا متهم نشویم، در هر دو صورت ببینیم که این چه جایگاهی داره و اون لطافت و زیبایی که ما داشتیم و همچنان بود داره، هنوز رگه های آن ما میبینیم. در افغانستان این شیوه باقی مانده، اما در ایران عزیزان بزرگوار از سده 12 تقریبا قصیده رو به سبک خراسانی میگویند و غزل رو به سبک عراقی، ولی در افغانستان کاملا هنوز ما شاهد این سبک که از روزگار صائب و بیدل و تداوم پیدا کرده هنوز هست. خب بزرگانی مثل، حالا چه حساب کنیم، بگر تاریخ ادبیات عزیزان حتما مطالعه فرموندن، چه ادوارد براون، چه جناب شبلی نومانی که حالا اینجا نگاه میکنم کتاب توی قفسه میبینم، آثارو خیلی در خصوص رابطه فرهنگ و ترقی و پیشرفت شعر و ادب
در دربار سلاطین هند به خوبی نام بردن، از بزرگان یاد کردن، مثلا ظهوری و ملک قومی که اینها حتی در بیجاپور بودن، در دربار نظام شاهیان یا مثلا ظهوری ترشیزی اون ساقی نامه رو که برای نظام شاه میگه و شاعران دیگه. خود کلیم شعرش رو دیگه همه میدانید که میفرماید، اگر به خاطر بیارم، بله ایشون میفرماید: اسیر هندم و زین رفتن بیجا پشیمانم، کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را، به ایران میدوم میدود نالان. کلیم از شوق همراهان به پای دیگران همچون جرس طی کرده منزل را، ز شوق هند زانسان چشم حسرت بر قفا دارم که رو هم گر برارم نمی بینم مقابل را. و خیلی بزرگان در این خصوص گفتن. اما اگر بخوام اشاره‌ای بکنم که مهاجرت ایرانیان به سرزمین هند، دو عامل اصلی رو گفتیم، اما عوامل دیگری میتونیم ذکر کنیم. نبودن مشوق و مربی بوده، این رو در مجموع الفصحا رضا قلی‌خان هدایت جا آورده، ادوارد براون هم به این مطلب پرداخته. توجه به علمای دینی و اشعار مذهبی. البته جالب نکته‌ای که مرحوم علامه قزوینی یک نامه‌ای که در پاسخ به ادوارد براون می‌نویسه آورده که سلاطین صفوی بیشتر قوای خود صرف تشویق علمای دینی کردند، اگرچه مسائل آنان در توحید مذهبی ایران به کار برده، نتیجهش جالبه ها، و نتیجه آن وحدت سیاسی مملکت شد و اساس ایران فعلی را برپا نمودند و ساکنانش دارای مذهب و لسان و نژاد واحدند. اما از لحاظ ادبیات و شعر و عرفان و تصوف، یعنی کمالیات در مقابل شرعیات، میگه اینجا در توسعه و ترقی آن به طور جدی اظهار نکردن. خب این نکته است. خب به صوفیه خیلی توجه نشد، اگرچه بنیانگذاران دولت صفوی خود صوفیه بودن مثل شاه اسماعیل. عدم توجه به مدیحه شاعران، خب این میگن که یکی از شاعران شعری گفت رفت پیش شاه طهماسب، گفت اینو برای کی گفتی؟ گفت برای شما. گفت برو مدح مولا علی بگو، چرا در خصوص من سخن میگی؟ از این که مرحوم ملک الشعرای بهار هم مطالبی در این خصوص داره که به هر حال اون دربار بزرگ دهلی رو نام میبره و عظمتی که به این افراد شاعران نویسندگان میدن. نکته دیگه، شعرا در ایران از اون سلهای ممدوحان محروم بودن، در حالی که در سلاط دهلی چه نزد پادشاهان دهلی صفویان چه نزد اون قطبشاهیان و عادلشاهیان و اینها جایگاه خوبی داشتند. و نکته دیگه این که شاهان هند ادیب پرور بودند، گفتیم مثل غزالی مشهدی، صاحب تبریزی، قدسی مشهدی، ظهوری ترشیزی، ملکی قومی، کلیم کاشانی یا بعضی میگن همدانی، کلیم سلیم تهرانی، بابا فقانی شیرازی، اهلی شیرازی، عرفی شیرازی. خب اینها واقعا از بزرگان ادب هستند که به سرزمین هند رفتن. شاید این سلسله مهاجرت ها حدود 200 سال ادامه داشت. ما جز آخرین شاعران بزرگی که در این هجرت‌ها یا در این مهاجرت‌ها می‌بینیم، محمد علی حزین لاهیجی است که اون کتاب هم تذکرات الاحوال داره، تذکرات المعاصرین داره، دیوان اشعار داره و وارد شبه قارش. البته به معیشت افراد که گفتیم جای خوره. مرحوم گلچین معانی یک اشاره ای کرده، میگه از اینها حدود 118 تن پزشک بودن، 22 نفر منجم بودن، هر شبد که ببخشید 22 پزشک بودن، 118 نفر دانشمند و حکیم و ادیب بودن، کسانی بودن آشنا به علوم غرب، محاسب،
خوشنویس که 57 نفر خوشنویس میروند و من در موزه نشنال میوزیم داکا بنگلادش و اون احسن منزل اینها چقدر از این خطی ها دست نوشته های فارسی زیبا رو از قدیم دیدم. یک عالمه موسیقیدان بودن چیزی بوده 24 نفر، بعد درویش و قلندر بودن بوده قریب به 50 نفر، کسانی که اون هنرهای ظریف صنایع مستظرفه وارد بودن نزدیک به 30 نفر، شاهنامه خان قصه گو حدود 18 نفر، بیش از 40 نفر بازرگان، بیش از نزدیک 50 نفر سیاح، اینها همه از شرد رفتن. کسانی از شرد مثلا هنرهای مختلف داشتن، جلالای کاشی مثلا شربافه، یعنی بافنده پشم باف مو باف، ملاقه غروری جدولبند بوده، نافه قومی طباخ بوده، نورای نجیب بزاز بوده، شفایی حلاج بوده. و این رو جالبه، واله داغستانی در شعرها نمیتونم اگر اینجا داشته باشم واقعا بر پشت سر من هستید، خب دیاز و شعرها از تصویرهای خیلی خوبیه که 5 جلد چاپ شده من دارم. و ایشون مشاغلی که برای شاعران ذکر کرده، محتسب، مداد فروش، طبیب، دلال، وزیر، حتی وزیر، خادم، خادم حرم رضوی، خیاط، عطار، معجون ساز، زرگر، میناگر، درودگر، سنگ تراش، شکر فروش، آینه ساز، حلاج، اتوکش، توپچی، کشتیگیر، اینها رو بیان میکنه. خود بابا فغانی رو گفتن چاووساز بوده، به هر حال ذکر میکنن. خود حزین لاهیجی اونایی که نام میبره مثلا 20 نفر رو میگه عالم و فقیه بودن، قاضی بوده، طبیب بوده، پارچه باف، تاجر، زعفران فروش، معمار، کفشگر، قصاب. سام میرزا صفوی هم در تحفه سامی اگر عنایت بفرمان دوستان همه اینا رو میگه. تومند، یخنی پز، جالبه یخنی پز، خب یخنی رو یک از گوشت میگن، یخنی پز تقریبا مثل امروز کسانی که دیزی میپزن، شاید همچین دیزی پز بوده، گوشت رو میپختن، آب گوشت درست میکردن. مطرب، مکتبدار، بزاز، لاجورشور، سخاف، رمال، زاره، کلیچه پز، کمانساز که قوسی میگفتن، بنا یا گلکار، کمربند باف یا کمرباف، پوستین دوست، سیراب پس، سرتراش. سرتراش هنوز هم در شمال غرب چین در اون قسمت اویغور روی از شود مغازه های سلمانی به فارسی نوشته سرتراش خانه، ما سلمانی میگه اونا سرتراش خانه میگن. سوزنگر، واعظ، عصار، کهار، قرباس فروش، شمشیرگر، روغنگر، ترازو فروش و اینها. و این البته خیلی جایگاه مهم می داشته حضور اینها. حتی بزرگان مذهبی بودند و جالبه، حتی خب ایران زمان اون شیعه بود، بعضی کسان شیعه، بزرگانی از شیعه عالم و فقیه رفتن و اینها باعث جالب اینه. خب به هر حال حاکمان آن زمان تیموری اهل سنت بودند، ولی میبینیم در دربار مثلا همایون فرمانده سپاه کسی به نام بایرام خان است. بایرام خان خان خانان یک سردار شیعی است، ولی گاهی هم رابطه ایران و هند میشه و چقدر عامل وحدت و این دوستی و هماهنگی فرهنگی میشه. اینها ارزش بوده واقعا. و پادشاهان هم گفتیم مثل اکبر اصلا اجازه نمیدادن که مسائل مذهبی در این مطلب دخالت کنه. و این پس میبینیم که گروه های مختلف بودن. حالا در جنوب هند زیاد بود، منتها جناب اکبرشاه علاقه زیادی داشت که بالاخره دکن رو از خودش کنه. دکن جایگاه جالبیه،
ما درست اونجا یه همایش استادان فارسی آقای پروفسور علی مشرف خان هم تشریف داشتن و شاید دیگران خدا رحمت کنه شاید آخرین بار پروفسور امیرحسن عابدی رو اونجا زیارت کردیم و ما درست شب ژانویه بود، شب ژانویه ما وقتی که با ماشین از بیجاپور می آمدیم به دهلی کناره های خیابون رو می دیدیم باغ‌های انگور بود و انگور می آوردن. ما وقتی دو 50 روپیه می خریدیم و توی زمستان ما میگیم چله، یعنی دهم چله ایران تو سرما در بیجاپور یا دکن داری می آیی به طرف دهلی باغ‌های انگور هست و معلوم سرزمین خوبی بوده و به همین دلیل که میاد و جناب اکبر هم علاقه پیدا میکنه و میره و بالاخره اونا رو شکست میده، حکومت رو به دست میگیره و یک هندوستان بزرگ رو دایر میکنه. خب خیلی ها میرن و در اونجا شاعران متولد میشوند. عبدالقادر بدایونی حدود 170 شاعر رو نام میبره که در هندوستان متولد شده بودن ولی ایرانی الاصل بودن و شبلی نومانی 51 نفر نام میبره که در زمان اکبرشاه فقط به هندوستان رفتن. این تعداد مثلا در کتاب کاروان هند 745 نفر رو شامل میشه که حدود 70 نفر به بخشای جنوبی میرن و بخشای بقیه هم به همان عرشبد مرکز هندوستان. از همین ولایت خود ما یزد هم کسانی رفته بودن، مثلا ظهوری مدتی در یزد بوده خدمت غیاث الدین محمد میر میران که الان غیاث آباد شهر تفت در کنار ما از همون زمانه و ایشان باز میرود به هند و در آنجا حضور پیدا میکنه. البته ما بیشترین مهاجرت ها رو به خصوص به بخش های جنوبی هند بگیم در سده های اشتراد 11 و 12 است. این دوره دوران پرباریست و ما حساب کنید وقتی میرید توی اسطوره های این سرزمین مهابهارات ها رو نگاه میکنید و رامایان را نگاه میکنید و میایید بر ایران اونجا شاهنامه رو نگاه میکنید به دیگران، نهایت اینها یک آمیختگی هایی با هم داره و در این دو ملت که از روزگار مهاجرت آریایی ها شروع شده در این روزگار بسیار زیاد شد و خوشبختانه همواره این دوستی به نحو عالی و بسیار خوب حضور دیوان و شاعران فارسی زبان در دربار بوتانیان و این خیلی بود. من الان افتخار میکنم که داریم بعضی این کارها رو انجام میدیم. آخرین کاری که در این زمینه شد تأسیس دیوان عبیدالله عبیدی، بالاخره شاعری که 150 سال پیش در هندوستان بوده در کلکته و در بنگلادش امروزی عبیدالله عبیدی. خب میبینیم کسان بزرگی مثل مثنوی در صفت بنگاله که ابوالبرکات منیر لاهوری نوشته، خب لاهور هم یک زمانی اون زمانهای خودش جزء هندوستان بوده. خب این را هم این دو کتاب با کمک پروفسور ابوالکلام سرکار تصحیح کردیم، دیوان عبیدی چاپ شد و مثنوی در صفت بنگاله هم تصحیح جدید آماده چاپه. خب کسان دیگری کار کردن مثل دوران جدید، حالا داریم کار میکنیم مثل سید محمود آزاد، انشالله عبدالغفور مساق و غیره. خب چندان من کایته بیدل مدهپوری میاد و عرشبت نرگسستان رو کار میکنه. خب توفیق داشتم بنده تصحیح کردم همچنان که فرمودن نرگسستان، ایشون رامایان رو آمده به نظم فارسی سروده و جالبه قسمت آغاز که هنوز جنگ شروع نشده در بحر حزج از مفایلون و قسمت بعد که دوره رزم هست اونجا رمل شده چی متقارب و فعولون. خب میبینیم خب خوشبختانه در این کارها میکنیم، مقالات متعددی اینجا نوشتم. این علاقه است که این بنده به سرزمین هندوستان دارم. خب بعضی شاعرها که رفتن به دلایل سیاسی اینها
نمیتونستن نخواستن در ایران بمانند در دوره صفویه، یا باید میرفتن عثمانی آسیای صغیر یا هند. آسیای صغیر یا اون عثمانیان زمان بسیار متعصبانه برخورد میکرد و مدام طبل جنگ و مخالفت با دولت صفوی داشت. اما در سرزمین هند اکبرشاه میاد و کوشش های فراوان میکنه برای گسترش زبان فارسی. خب مقام شاعران و ادیبان رو پاس میداره و همین سرزمینه ساز مهاجرت بسیار شد. و خب دیگه که بسیار ما کسانی که به دربار عثمانی رفته باشن بسیار کم هستن، نادر، به دلیل همان مخاصمات مذهبی بود. اما شمار چشمگیر اینها چه حالا حضور بابر کمتر، اون که 4 سال بیشتر پادشاه نبود، میاد دوره های بعد و رسیدن به مقام ملک الشعرایی که جایگاه خاص خودش رو داشت. خود علمای ایرانی رفتن که من عرض کردم خدمت دوستان، خب نمونه اینها همه میشناسند، عزیزان بزرگوار. و شما وقتی بروید به آگرا بگویید که قاضی صاحب کا مزار، همین که به هر ریکشا بگی که یا اتو بگی که قاضی صاحب کا مزار، شما رو فوری میبرد به مزار قاضی نورالله شوشتری. یکی از این بزرگان که میره، از این علما که میروند همین هست. حالا کسانی بودن، محمد ابن هیبت الله و رضوی مشهدی، اهدی خراسانی، صفی الدین عیسی قزوینی، خود این قاضی نورالله. خب ایشون میره بحث اونها منصب قاضی القضاتی میگیرن در دوره جهانگیر. مثلا محمد رضا امامی اصفهانی مقام قضا رو پیدا میکنه و این خیلی هنر هست. خب بزرگانی از اینجا میروند و اونجا قاضی میشوند، ملک الشعرا میشوند. و این چقدر همراهی و همدلی است که امروز. خب ببینید همایون، من اینو اشاره کردم البته، وقتی که در ایران پناهنده بود با نقاشان بزرگ دیدار کرد، مثلا میرسید علی، مظفر علی، همون عبدالصمد، این تذکارها، نگارگرها، اینها، و دعوتشون کرد و دعوت کرد و اینها پذیرفتن. خب هر کس باشه میبینه یه کسی پادشاهی داره اون رو دعوت میکنه، اونجا هم که بره بهش میرسن، خب قطعا قبول میکنه. و مخصوصا پادشاهان گورکانی که یکی از عوامل مهم استمرار این رابطه فرهنگی، یکی از عوامل استمرار این رابطه فرهنگی گورکانیان و صفویان، اون اشتیاق زیاد، علاقه وافر سلاطین گورکانی به نگارگری و خوشنویسی استادان ایران بود. و اینها در واقع الگو حساب میشد. آثار بهزاد، آثار سلطان علی مشهدی، اینها در واقع الگو بود. میگفتن این محک است، اینطور کار کنید. و خیلی من دعوت کردند و همین باعث شد که این پیش بروند. خب حتی ما میبینیم که خود جهانگیر گاهی وقتا سفیرها علاوه بر این مأموریت سفارت خود وظیفه داشتن که آثار هنری رو هم جا بدن، مثلا خرید اشیای هنری، تابلوهای نقاشی، مرقعات، آلات نجومی، ظروف چینی. بابا جهانگیر میگن که در زمانی که ولیعهد بود شخصی به نام برجلی نقشبانی رو به ایران میفرسته که یک مقدار اشیای هنری مورد نیاز تهیه کنه و بیاد. شاه عباس وقتی به مأموریت این جناب نقشبانی پی میبره، طی نامه‌ای گله میکنه از جهانگیر، میگه چرا برای تأمین سفارش‌های هنری از دربار ایران درخواست نمیکنید؟ با بازرگانان گفتگو میکنید، ما که آماده ایم. و عرض شود که خب شاه عباس هم درخواست میکنه از ایران هم که البته خود پادشاه
دهلی هم هدایای گرانبهایی رو از هنرهای هندوستان میفرسته. یک اصفهان خانه عالم یکی از سفیران جهانگیر بوده و یه نقاشی هم با خودش آورده بوده که میان و اونها 240 اثر نگارگری از هندوستان میارن برای شاهباز، که حتی در یکی از تصویرها اثر از شاهباز بوده و یکی هم تصویر خیالی از شاهباز، اینا رو میگرن کنار یکدیگر و نشون میدادن. پارچه های هندی، صنایع دستی، عرشبت اون شمشیرهای مرصع‌کاری، سنگهای قیمتی، 29 بار شتر میارن به دربار شاهباز. خب و جناب شاهباز هم تحفه های فراوانی در این پاسخ میفرسته و این ردا این موارد بسیار بسیار کمک میکرده به تلطیف فضا که ابتدا گفتم خدمت دوستان و استحکام اون. و خب شاهان گورکانی هم که همچنین گفتیم اشتیاق خودشون رو بیشتر نشون میدادن. و ما اگر بخوایم یه نتیجه بگیریم، دو دولت ایران و هندوستان بوده. خب من خیلی گریخته و از شبت همجای یه گامی زدم و گلی از هر بوستان چیدم، با دوستان به هم صحبتی نشستیم، فقط همین. الا من کسی نیستم که بخوام تاریخی در روابط هندوستان و ایران بگم، استادان بزرگوار صاحب فنن خودشان. عذرخواهی میکنم، سپاسگزارم، معذرت میخوام، تصدیق دادم از اینکه گوش به این سخنان پراکنده من دادید، بسیار سپاسگزارم. همه شما رو به خدا میسپارم، در خدمتتون هستم استاد. خوب تشکر شما جناب علی از سخنان شما، امیدوار هستم که همه ما بهره مند شدیم. الان از همکار گرامی پروفیسور علی مشرم خان خواهش میکنم که رسمان از شما تشکر نماین و حضار گرامی که در نشست حضور دارن از ایشان تشکر به نماین. پروفیسور علی مشرم خان حضور داری شما؟ چرا من هستم. بله ماشاءالله، جوانتر از همیشه ماشاءالله. اول جناب استاد سلام بنده رو قبول بفرمایید. من از حرف اول تا آخر جناب علی سخنان جناب علی رو گوش کردم و به این نتیجه رسیدم که حضور جناب علی در این نشست ها برای نه تنها این که برای ما مفید، البته برای دانشجویان ما خیلی مفید. سخنان جناب علی در کشور شگفت آور واقعا دلچسپ بود و این که شما یک زمانه 800 ساله رو در ظرف نیم ساعت 45 دقیقه این به این طور مثلا پیچیدی که همه چیز هارا مشخص شد. من واقعا خیلی استفاده کردم استاد. من باید حتما تشکر کنم آقای پروفسور راجندر کمار که ایشون این برنامه رو هم آهنگ کرده و این یک برنامه خیلی جالب و مفید و برای استفاده کننده اساتید و دانشجویان در بخش فارسی دانشگاه دلی به همت ایشان اینجا پیاده شده است. من تبریک میگویم به خدمت جناب آقای پروفسور راجندر کمار